کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. بند 1. تربیت و آموزش برای مدیران، مراقبت کنندگان و مأمورین پرسنل. به علاوه شرکت در برنامه‌های تربیتی و آموزشی، تمام کارگران، پرسنل مراقبتی و مدیریتی باید در زمینه‌های ذیل نیز آموزش حاصل نمایند تا به سوالات مربوط به پالیسی HIV در محل کار پاسخ ارائه نموده و آن را توضیح نموده. در مورد HIV آگاهی کافی حاصل نمایند تا بتوانند سایر کارگران را در زمینه کمک نموده به تصورات نادرست در مورد شیوع HIV در محل کار فایق آمده. کارگران مبتلا به HIV را در مورد وسایل رهایشی معقول راهنمایی نمایند تا آنها بتوانند تا حد ممکن زمانی به کارشان ادامه دهند. روش و عملکردهای تبعیضی علیه کارگران مبتلا به ایدز یا افراد متاثر شده از آن را در محل کار تشخیص نمایند تا آنها بتوانند از خدمات صحیح و تأمینات اجتماعی موجود آگاهی حاصل نمایند. بند 2. تربیت مربیون آموزگاران همکار. مربیون آموزگاران همکار باید آموزش و تربیت خاص حاصل نمایند تا به قدر کافی درباره محتوا و شیوه های جلوگیری از ایدز آگاهی حاصل نموده و بتوانند معلومات کلی یا قسمی و برنامه های آموزشی را به کارگران منتقل سازند. هنگام طرح و ارائه برنامه های تربیتی، حساسیت های نژادی، منشأ جنسی و فرهنگی را در نظر داشته باشند. از سایر پالیسی های مربوط به محل کار چون اذیت و آزار جنسی و پالیسی های مربوط به افراد معلول آگاه بوده و آن را حین طرح برنامه های تربیتی در نظر داشته باشند. کارگران همتای آنها بتوانند عواملی را در زندگیشان تشخیص نمایند که منتج به خطر فزاینده مریضی ایدز می گردد و بتوانند کارگران مبتلا به HIV یا ایدز را درباره وسایل مبارزه با مرض و امکانات زندگی مشوره دهند. بند 3. تربیت نمایندگان کارگران. نمایندگان کارگران باید هنگام ساعات کار با معاش آموزش ببینند تا به سوالات مربوط به پالیسی HIV در محل کار پاسخ ارائه نموده و آن را توضیح نموده. در مورد HIV آگاهی کافی حاصل نمایند تا بتوانند سایر کارگران را در این زمینه کمک نموده به رفع تصورات نادرست در مورد شیوع HIV در محل کار کمک نمایند. کارگران مبتلا به HIV را در مورد وسایل رهایشی معقول راهنمایی نمایند تا آنها بتوانند تا حد ممکن زمانی به کارشان ادامه دهند. آنها بتوانند تا سایر کارگران را در برنامه آموزشی آموزگاران آموزش دهند. روش، رفتار و عملکردهای تبعیضی یا انحرافی علیه کارگران مبتلا به ایدز یا افراد متأثر شده از آن را در محل کار تشخیص نمایند تا با این پدیده های منفی به خوبی بتوانند مقابله نمایند. بتوانند کارگران مبتلا به امراض مربوط به ایدز را نمایندگی کرده و در زمینه دسترسی به وسایل رهایشی مناسب و معقول در صورتی که مطالبه شود کمک نمایند. به کارگران مشاوره داده تا بتوانند عوامل خطر را در زندگیشان تشخیص و تقلیل بخشند. در مورد HIV از راهنمایی های لازم برخوردار باشند تا بتوانند سایر کارگران را از سرایت و شیوع مرض آگاه سازند. اطمینان حاصل نمایند که هر معلوماتی را که آنها در دوره ایفای وظایف نمایندگیشان درباره کارگران مبتلا به ایدز حاصل می نمایند
به طور محرمانه حفظ نمایند. بند 4. کورس‌های آموزشی برای کارمندان بخش بهداشتی و ایمنی. به علاوه آشنایی تمام کارگران، کارمندان بخش صحیح و ایمنی با برنامه‌های معلوماتی و آموزشی باید آموزش‌های خاصی را حاصل نمایند تا از محتوا و شیوه‌های مجادله با HIV به قدر کافی آگاه باشند و بتوانند معلومات را به سایر کارگران ارائه و آنها را در این زمینه آموزش دهند. قابلیت ارزیابی محیط کار و تشخیص آن شیوه ها و شرایط کار را داشته باشند که به منظور تقلیل سطح آسیب پذیری کارگران مبتلا به HIV عوض شده یا بهبود حاصل نمایند. تصدیق نموده بتوانند که کارفرما یک محیط سالم و ایمن که برای کارگران شامل کمک‌های اولیه فراهم نموده. اطمینان حاصل نمایند که معلومات مربوط به HIV با محرمیت و رازداری کامل با سایر معلومات و مدارک طبی مربوط به کارگران حفظ می‌گردد و تنها در مطابقت با احکام دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار در مورد حفظ مدارک و معلومات شخصی کارگران می تواند افشا شود. به سایر کارگران مشاوره داده تا آنها بتوانند عوامل خطر را در زندگی شخصیشان تشخیص و آن را تقلیل بخشند. کارگران را به خدمات طبی محل کار یا خارج از آن که به طور مؤثر جوابگوی نیازمندی های آنها باشد راهنمایی کنند. بند 5. تربیت مفتشین کار. مقامات ذی‌صلاح باید اطمینان حاصل نمایند که مفتشین فابریکه و کان وسایل کافی را به دسترس دارند تا وظایف سرپرستی، اجرایی و مشورتی به خصوص در مورد جلوگیری از HIV و پالیسی‌های وقایوی محل کار را ایفا نمایند. این برنامه‌های آموزشی باید شامل موضوعات ذیل باشد. معلومات درباره معیارهای بین‌المللی کار، مخصوصاً کنوانسیون استخدام و اشتغال، منعقد سال 1958، شماره 111 و قوانین مقررات ملی. چطور می‌توان کارگران و هیئت رهبری را از HIV آگاه ساخت؟ چطور میتوان عناوین مربوط به صحت وظیفوی را با لکچرهای منظم حرفوی و ایمنی آن و آموزش‌هایی در محل کار توأم ساخت؟ چطور میتوان کارگران را کمک نمود تا به امتیازات موجود دسترسی پیدا نموده؟ به طور مثال چطور میتوان فرم‌های امتیازات را تکمیل نمایند و از حقوق قانونیشان مستفید شوند؟ چطور می توانند تخطی ها یا فقدان تحقق حقوق کارگران را در رابطه به وضعیت HIVE تشخیص نمایند؟ موجودیت مهارت ها برای جمع‌آوری و تحلیل مدرک و معلومات مربوط به HIV در محل کار، در صورتی که این معلومات به منظور مطالعات اثر بخش، امراض ساری و در مطابقت با این دستورالعمل جمع آوری شوند. بند 6. آموزش برای کارگرانی که با خون و سایر مواد سیال بدن انسان در تماسند. تمام کارگران بایست در رابطه با طرزالعمل‌های کنترل مرض و در زمینه وقوع حوادث در محل کار و کمک‌های اولیه آموزش ببینند. این برنامه آموزشی باید شامل موضوعات ذیل باشد: تدارک کمک‌های اولیه، اقدامات احتیاطی عمومی تا خطر تماس با خون و سایر مواد سیال بدن انسان را کاهش دهد، آگاهی استفاده از وسایل پیشگیری، طرزالعمل‌های درست که باید هنگام تماس با خون و سایر مواد سیال بدن به کار گرفته شود،
حق پاداش در صورت وقوع حادثه ناگوار وظیفه‌ای و تأکید روی این نکته که اتخاذ تدابیر احتیاطی در رابطه با وضعیت HIV فرضی یا واقعی افراد الزامی نیست. 8. آزمایشات طبی. آزمایش‌های لابراتوری HIV نباید در محل کار به عمل آید، به استثنای حالاتی که در این دستورالعمل مشخص گردیده باشد، زیرا این امر غیر ضروری و در حقیقت در مخاطر انداختن عزت و حقوق بشری کارگران می باشد. نتایج آزمایش‌های لابراتوری می تواند فاش گردیده یا مورد سوء استفاده قرار گیرد و اختیار آگاهانه کارگران می تواند همیشه کاملا آزاد یا بر بنیاد پذیرفتن تمام حقایق و تأثیرات آزمایش‌های لابراتوری نباشد. حتی آزمایشات HIV بیرون از محل کار بایست نتیجه آزمایشات اختیار آگاهانه و داوطلبانه باشد و به وسیله صرفاً پرسنل شایسته و مسلکی در مطابقت با شرایط محرمیت اکید انجام پذیرد. بند 1. ممانعت در اشتغال و استخدام. آزمایشات HIV نباید هنگام استخدام یا به عنوان شرط ادامه اشتغال مطالبه گردد. هر گونه آزمایش طبی معمول که قبل از آغاز استخدام و یا آزمایش‌های معمولی که در جریان کار صورت می‌گیرد، مثلا آزمایش‌های لابراتواری برای چاقی و غیره، نباید شامل آزمایش‌های لابراتواری اجباری HIV باشد. بند 2. ممانعت برای مقاصد بیمه. الف. آزمایشات HIV نباید به عنوان واجد شرایط بودن برنامه‌های تأمینات اجتماعی ملی، پالیسی‌های عمومی بیمه، برنامه‌های حرفوی و بیمه صحیح مطرح گردند. ب. شرکت‌های بیمه نباید آزمایش‌های HIV را قبل از موافقه فراهم‌آوری پوشش بیمه اجتماعی برای کارگران مورد نظر مطالبه نمایند. آنها می توانند عواید و مصارفشان را بر بنیاد ارقام اسهایوی مربوط به امراض ساری برای مجموع نفوس تخمین نمایند. جیم. کارفرمایان نباید هیچ گونه تحصیلاتی را در زمینه اجرای آزمایشی به مقصد بیمه فراهم نمایند و تمام معلوماتی را که قبلا فراهم گردیده بایست به طور محرم حفظ نمایند. بند 3. معاینات طبی به قصد تحقیقات. آزمایش‌های بینام به منظور تحقیق در مورد سرایت امراض مربوط به HIV می‌تواند در محلات کار به شرطی صورت گیرد که از کسی نام برده نشود و در مطابقت با اصول اخلاقی تحقیقات علمی، اصول مسلکی و مسئولیت حق فردی و محرمیت صورت گیرد. در صورتی که چنین تحقیقاتی صورت گیرد، کارگران و کارفرمایان بایست مورد مشورت قرار گرفته و آگاه ساخته شوند که چنین کاری صورت می گیرد. معلومات به دست آمده نمی تواند به قصد اعمال تبعیض علیه افراد یا گروه های افراد به کار برده شود. هیچ آزمایشی بینام تلقی نخواهد شد اگر امکانات معقول وجود داشته باشد که حالت HIV یک نفر از نتایج آن استنباط گردد. بند 4. آزمایشات اختیاری. می تواند حالاتی وجود داشته باشد که کارگران به ابتکار خود بخواهند به شمول بخشی از برنامه آزمایش کردن داوطلبانه خود را آزمایش نمایند. آزمایش‌های اختیاری بایست معمولاً به وسیله مراکز خدمات صحیح در محل صورت گیرد و نه در محل کار. در جایی که خدمات کافی طبی موجود باشد، آزمایش‌های لابراتوری اختیاری می‌تواند به درخواست و موافقه تحریری کارگر با مصلحت نماینده کارگران در صورتی که چنین ایجاب کند صورت می‌گیرد.
این آزمایش های لابراتوری بایست به وسیله پرسنل مسلکی مستعد با رعایت اصل محرمیت و مقتضیات برملا ساختن آن صورت گیرد. حساسیت های جنسی قبل و بعد از مشورت که درک ماهیت و مقصد آزمایش های HIV، مزیت ها و اضرار آزمایش ها و تأثیر نتیجه آزمایش بالای کارگر را تحصیل می بخشد. بایست یک بخش ضروری هر نوع طرز عمل آزمایش طبی را تشکیل دهند. بند 5. معاینات و تداوی بعد از تماس وظیفه‌ای. الف. در جایی که خطر تماس با خون، مواد سیال بدن یا گروه‌های سلولی وجود داشته باشد، در محل کار بایست طرزالعمل‌هایی وجود داشته باشد تا خطر چنین تماس و حوادث وظیفه‌ای را کنترل نماید. ب. با در نظر داشتن خطر تماس با مواد آلوده احتمالی همانند خون بدن، مواد سیال بدن و یا گروه های سلولی در محل کار، کار مورد نظر باید فوراً مورد مشورت قرار گیرد تا در مورد حادثه، نتایج طبی، ناتوانی آزمایش های لابراتواری برای HIV و میسر بودن تدابیر پیشگیری قبل از تماس و مراجعه به تسهیلات مناسب طبی اقدام نماید. به تعقیب نتایج ارزیابی خطر، راهنمایی‌های مزید باید در مورد حقوق قانونی کارگر شامل استحقاق و طرز العمل‌های مقتضی برای پاداش کارگر صورت گیرد. 9. مواظبت و کمک. همبستگی، مواظبت و کمک عناصر ضروری پنداشته می شوند که بایست در یک محل کار در واکنش به HIV به عنوان عناصر رهنما در نظر گرفته شوند. ساختارهایی بایست ایجاد گردند که شفافیت، پذیرش و کمک در مقابل آن عده کارگرانی را که وضعیت HIVشان را افشا نموده اند تشویق نموده و اطمینان حاصل شود که آنها در معرض تبعیض قرار نگرفته و توهین نمی شوند. جهت تقلیل تأثیر مرض HIV در محل کار باید مساعی در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مشورت و سایر اشکال حمایت‌های اجتماعی به کارگران مبتلا و متأثر شده از اثرات HIV به خرج داده شود. در صورتی که خدمات مواظبت‌های صحیح در محل کار موجود باشد، تدابیر معالجوی مناسب باید روی دست گرفته شود. جایی که عرضه این خدمات ممکن نباشد، کارگران بایست از موقعیت خدمات میسر در بیرون از محل کار آگاه ساخته شوند. چنین پیوندها به علاوه پوشش خودشان، مزیت پوشش خانواده کارگر به خصوص اطفال آنها را نیز دارا می باشد. مشارکت میان حکومات، کارفرمایان، کارگران و سازمانهایشان و سایر شرکای مربوط همچنان عرضه مؤثر خدمات و صرفه‌جویی در مصارف را تأمین می نمایند. برابری HIV یا ایدز با سایر امراض وخیم. الف. مرض HIV و ایدز مربوط به بستر بایست در محلات کار طوری تنظیم گردد که نسبت به سایر امراض و حالات وخیم کم اهمیت پنداشته شود. ب. به کارگران مبتلا به مرض HIV نباید التفاتی کمتر از کارگران مبتلا به سایر امراض وخیم صورت گیرد. باید از نظر امتیازات، پاداش و وسایل رهایشی کارگران اقدامات لازم مناسب مرعی گردد. ت. تا هنگامی که کارگران از نظر طبی به یک اشتغال مناسب مستعد باشند، آنها بایست از مسئولیت عادی و فرصتها برای تبدیلی و ترفیع مستفیض باشند. برای
دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.